سلام به دیگر از مجموعه برنامه های تحول با من لطیف محمود خوش آمدین بازم بحث چگونگی گفتگاه سال در نشست سه جانبه فرانسه، افغانستان، انگلستان و پاکستان قرار است در آینده نزدیک نشست در فرانسه داشته باشه و روی چگونگی راهکارهای رسیدن به سال دست پیدا بکنن هرچند یک سال قبل با شکلگیری حکومت وحدت ملی ما شاید آغاز فصل دیگر گفتگاه سال با پاکستان و با, طالبان و با پادرمیانی پاکستان و چین بودیم اما این فصل نتایج نسبی اقنا در هم در قبال نشد و منتج به قطع گفتگاه ها شد در بحث امشب یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی شفق خواتی استاد دانشگاه محمد قاسم عرفانی استاد دانشگاه بسیار تشکر از زورتان شغل فکور غارم استاس سرپیل کرم دقا ناس چه د درې جانب نه ساده بس څومره وکول شي د افغانان د صلح لپاره یو 992 سلام تاسته درنو 2096 درنو لیدونکو ته زه کوم ان کوم دا کانفرنس اصلا بین المللي کانفرنس دی د اقلیم د بدلون د پر چالت جایزوي شلکیږي د مملکتونو مشران شرکت کې پاکستان لکچي ډېر تلاش او جله درلودل چې وزل بیا د مذاکراتو دروازه امکان د خلاص کې چې گوکه د 2 پمنزګړي توپ افغان دولت ته طالبان سرکښيني اغان دی مجبوریتونه لري بال دې چې د ملا عمر مر مرگ مرموز اعلان سو او اشرف غني خپل ته غوښتنې مطرح کړلې نورې روابط داس اړوتب چې ګوته پاکستان باندې کوي چې طالبان د مذاکرې میز تکشینی قطعه کړل د بلخو پاکستان یو څه د دیورستي جنګو په تحریک چې په کندوز عمله وسوله نور ځان مارګی بریدو نو د وسوالو د نیولو یو څه وسواس او خپلوا غټو متحدین د خوان تر فشار لاندې دي لکه چین امریکا د دغه مجبوریت پر اساس پاکستان د خپل د غ بیا بروي د جلوګيري لپاره د 10 تلا شون و کړ چې د امریکا سنګښت نو کړ ډاکټر اشرف غنی باندې فشار وارد کی چې دغه غڑک شي چې موږ منځ ګری توبو کو چین ویل کیږي خو ستنه او د انگلستان صدر اعظم نو په دې اخر کې د دې لپاره چې پر 100 د لاس ولول نسی د د بیا لوي هدف دادې چې د اسیا د ځړه کانفرنس د پاکستان کې د 40 تک دی وکړې سی د دې کانفرنس د موخو نلزان په غټه استفاده وکي د سولې لپاره د افغانستان سره په زمینی شکلي مناسباتو کې داسې چا افغانستان موافقه وکي چې وو مجازي بیا د کانفرنس ته اعلان کې چې د ټوريزم پر ځت باندې زموږ خار پر مخزي دغه غشتنه کړې د چی خصوصن ډاکټر شرحبغنی چې ویل کیږي چې او څه کانیکي چېوب په اشکي باندې د کمپفرانس په پاریس کې سره ګورو چې په رونه اعلان شو زه فکر کوم چې په اشرحبغنی په پدې خپل موضوعګيري نه لکې او دغه درې جانبه کمپفرانس په ددي باندې باسی چې پاکستان با خپل عملی ژوند نه بلکې څرګندوي بشکار کوي به چې د صادق دی او اغه ځین غوښتنې چې اشرف غنی ځین کوي په دی باب چې Taliban نو تدابیر ونیسي طالبان اه، نو په پکتیکا ځای ورنکړی چې <تصفح> شکاره <تصفح> دوی به طالبانو ته جواب ورکي او ووی چې د افغانستان د دولت سرکښې نه کداسي شکاره عملی قدمونه وانه خستلسي ز فکر کومه تجربه چې ډاکټر اشرف غنی د پاکستان اخستې ده د دغونډي شوی مجلس په هم د پاکستان د فارکمونه په ور ته تشکر ارچنت رئیس جمهورغنی رویکردهای چند منظوره پاکستان تا 13 سال که با حکومت قبلی داشت نادیده گرفت و در واقع یک فصل نو گفتگوهای صلح را با پاکستان آغاز کرد گفت که اصل در گفتگوهای صلح پاکستان است و فروعاتش گروه های تندرو مثل طالب است. اما اون فصل هم نتایج اقناکننده را در قبال نداشت ما شاید بازی های چند منظوره پاکستان بودیم حالا مشخصا آقای خباتی چه فشارهایی بر پاکستان وارد است و از کدام آدرس ها که این همه تلاش ها را پاکستان به خرچ می تا فصل دیگر و یا درب دیگر گفتگو را با افغانستان باز کنه با نام خدا و با سلام احترام خدمت شما و جناب فکر و جناب استاد ارز به حضور شما که من فکر میکنم پاکستان ابتکار جدیدی نکرده پاکستان به دنبال فرصت پیدا کردن هست بتونه استراتژی و طرح و پلانی در از مدت خوده که همیشه تعقیب کرده و یک نحوی دیگری ادامه بده و خیلی فکر نمی کنم که گپ جدیدی باشه و پاکستان استراتژی هنوز برای ما و برای دولت مردان ما و برای دیپلمات های ما از جمله شخص رئیس جمهور فکر می‌کنم که هنوز پنهان است هنوز برایشون کشف نشده <applause> یعنی یک درک درستی از جانب ما نسبت به پاکستان وجود نداره اینکه ما تصور میکنیم دکتر اشرف مستقیم مذاکرات با خود پا، پاکستان شروع کرده آیا میدونه پاکستان چی میخواهد از افغانستان آیا افغانستان به عنوان یک دولت مستقل اصلا پاکستان قبول داره پاکستان ما از این طرف نسبت به شمال پاکستان یک سری ادعاهایی داریم از اون طرف پاکستان نسبت به افغانستان ادعاهایی داره پاکستان و استراتژیش که در واقع در کتاب دبرترپ یا تلگی خیرس و خاطرات دیگری از جناب حکمتیار و مجموعه اسناد آی آیسای نشان میده ای هست که اساسا افغانستان تا هنوز دولت مردان پاکستان و آی ایسای به با عنوان دو یک دولت مستقل نمیشناسه و در پی از هست با خروج شوروی همواره تاکید کرده که بله. دولت کابل و دولت دست نشانده کابل نمیتونه استقلالی داشته باشه و ما یک زمانی باید به با شکل کنفدراسیون حداقل اگر نشوده به صورت یک دولت واحد افغانستان زمین پاکستان باشه اما مشخص سال ماقای خواتی بود که چه فشارهایی در این بره زمانی بر پاکستان وارد است که این همه تلاش ها را به خاطر آغاز یک فصل دیگر گفتگو انجام فشارهایی که مشخصا خود در سفر کنو شریف به آمریکا داشت و خواستی که افغانستان از آمریکا داشته و شرکای بین المللیش که بر پاکستان فشار بیاره ولی فشارها به نظر بنده مقطعی و یک مسکین بسیار موقت هست مه. یعنی پاکستان در پاسخ به فشارهای آمریکا و در پاسخ به خواستهایی که از جانب آمریکا در سفر نو شریف در حدود یک ماه پیش مطرح شد و خاصی افغانستان خواسته که اینا رو بدون جواب نگذاره بالاخره یک سرگرمی جدید را در پاریس درست میکنه بعدش قرار است که اجلاس قلب آسیا دوباره یک چند مدت بعدی دیگه یک هفته دو هفته دیگه دایی شود همینطوری وقت گذشته میره دیگه بالاخره یا یک زمان طالب یک زمان دایش یک زمان یک وسیله دیگه به یک نحوه و استراتژی دائمی خود تعقیب میکنه اینو به نظر ما از نظر ما اهمیت داره ولی از نظر پاکستان فکر میکنم همینها یک بازی های مقطعی هست خیلی تشکر آقای رفانی حالا در این میز به گفته شد که افغانستان پالیسی دقیق و اون نگاه استراتژیک پاکستان را نسبت به خود نمیدانه از طرف نگاه پاکستان یک نگاه ایالتی هم به افغانستان است که بخش از کنفدراسیون به اظهارات آقای خواتی میپندارند و این را را مسئله را میشه از رفتارهای پاکستان در موارد مشخص استنباط کرد با توجه به این برخوردها حکومت افغانستان در این مقطع حساس زمانی که تا چند روز دیگر وارد نشست سهجانبه و بریتانیا به, به فرانسه میره با چه موازه وارد این نشست خواهد شد؟ به نام خدا و سلام به شما مهمانای عزیز و بینندگان گرامی خب ما چند نکته رو با اون پیش فرض قبول داریم که شما میشاره کردین دوستان میشاره کردن یکیشی است که در پروسه صلح افغانستان و در تامین صلح و ثبات در افغانستان پاکستان میتونه نقش کلیدی و مؤثر داشته باشد همونطور که در ناامن افغانستان پاکستان نقش کلیدی داره مسئله دیگه خواستهای پاکستان هست که در قبال افغانستان چه نگاهی داره در اواخر دوره رئیس جمهور کرزی یک جنبندی توسط دولت رئیس جمهور کرزی اعلان شد که پاکستانی های خواستهای مشخص را دارن از افغانستان که بحث سیاست خارجی, سیاست خارجی در به خصوص در قبال هندوستان است خط دیورند است و مسائل دیگه ای که مطرح شد با این وجود صرف نظر از او خواست های کلانی که پاکستان دارند در میکانیزم های تعقیب او خواست ها من با دوستان موافق هستم که مقامات و دولت مردای ما نمیتونن درک درستی داشته باشند که پاکستانی ها چی مسیر را میپیمایند و در این مقطع چی میخواهند این رفتار ما خی... رفتار روزمرزدگی و است خیلی با پاکستان در حال که ما مشکلات استراتژیک با پاکستان داریم به نظر شما چه باید کرد که ما یک مطالعه استراتژیک و یک شناخت دقیق از رفترهای سرطانی پاکستان نسبت به قضای افغانستان داشته باشیم؟ ببینید در سیاست مدیریت سیاست خارجی و سیاست داخلی او چیزی که در دنیا جواب داده دانش سیاست بر او تاکید داره و تجارب کشورهای پیشرفته او رو میگه راهبرد و استراتژی بلند مدت است ساختار است که جواب میگه استراتژی است که جواب میگه ما در قسمت سیاست خارجی خود انتظار میره که اگر حکومت داری به سمت بهبودی قرار حرکت کنه دارای یک راه برد شویم که فرد با زائقه و سلیقه شخصی خود بازیگر نهایی نباشد تا نخبگان تاثیر نباشند که تا کنون برداشت است که نخبگان به صورت مقطعی بر اساس زائقه و سلیقه و برداشت خود رفتار داشته و ما یک راه بود یک سال جی... هم نداشته در یک سال گذشته یک چنین چیزی بوده سوال اصلی شما که مطرح کردین ما می‌خوایم به این تمرکز داشته باشم که در 14-15 سال گذشته با توجه به تحولات که پیش آمد و حضور جامعه جهانی موقف افغانستان به صورت بالقوه ارتقا پیدا کرده بود که ما از این ظرفیت ها استفاده می کردیم و در قبال پاکستان و دیگر همسایگانی که در صدد از این هستند که در قلم راوی ما نفوذ داشته باشند یک راه برده در پیش بگیریم که متاسفانه موفقیت آمیز نبوده حال یک بار دیگه با کلان شدن قضیه داعش و ای که وادار شدن در پی ها desse... پاریس که یک تجدید نظر در قبال مبارزه با تروریسم داشته باشند و اینکه تروریسم را نمیتوانند در افغانستان و مناطق همجوار خاورمیانه مهار کنه و پیامدها و شعله های آتش دهشت افغانی غرب را هم در, در برخواهد در بر گرفت ما فکر می کنیم باز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که همسو با دوستای غربی خود بشینیم و بتونیم تقارن منافع را تقویت ببخشیم تا کسایی که در منطقه است ریست حمایت میکنه او نار تحت فشار بېشتاب قرار دي تشکر شاله فکر مونږ د سه درې طرفه ناسې د برټانییا امریکا پاکستان ترکیه سره هم او ایران سره د لوده خود په دلا سو کولو کې څه نتیجهام تر وانه خسته ووس اساسي په ختنه داد شي ولی افغان حکومت دغه سټراتیژیک مشکل ته یا چالش ته فرد محور ګوري تر سټراتیژیک محور ولی موږ دیو مدون ستراتیجی په چاو کارت کې د پاکستان سره په سماتو غ رفتار نکوه تاسو تر د معلومه د موج افغانستان یو دوه نسل له نور لاند تر وچ تربیتیجو چې خپل روزمره سیاستونه د افغانستان د ملی منافیو څخه جلا کو لکه نور هیوادونه چې حکومتونه تغير خوړي منفات د هیواد پته کیږي سر د ورځې سیاست نو پالیسی تغییر قری پاساسی قانون کی افغانستان حکومت جمهوریت پيشبینسوي د کلچ نوې جمهور رازي د بديواد د سیاست اساسي داخلي او أساسي خارجي سیاست شورا ترسه سياد استلام خلک پوسټي د بديواد د سیاست اساسي کوشتي تغييري اولسي جرګه تبوړاندي کی اولسي جرګه به تسوي د پيو تقنيني سند بدليش په هغه کې باید به ذکر وي خارجي سیاست افغانستان زموج کرزی صاحب هم چون د دسر شریکان ډیروه د د سیاست ته پاکستان او منتقې په روزمره گیوه څو کې د ځان سره نچریکول چی هغه هم تصفیق کی آه, 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 دا کار نه کاوه ځکه م ارتشه چې په دورې په مخورل هغه سیمه کول ډاکټر سبا شربغنیم تر دې ځه چي ونیم کال دی او جددې څه باسي چی د دیواد د سیاست اساسي کړشي ترتیب کې او لسیجرګټه په یو تقنینی سند بدل کی بیا که دی وی واوا کوي بل رہیز جمهور هغه اساسات تغیرون کی پد رالود په پاکستان په دغه کې یو خبره داد چې وای په ډیپلوماتي کې تاسو به تر دی ډیپلومشکې چې وایمفته ډوډی نه شي نړیوال شرکتي څه ورکه یې چاته څه ودزنی غواړي زه فکر نو کوم چې ډاکټر صاحب عبد الله اشرف غنی دی په دې نو پېږي چې پاکستان څه ځنی واري پپیزي ولې دا د دوی روزمره گی سیاست د دوی د پاکستان سره سیاست تر تاثیر لاندې ولې دوی په دې روزمرکی کې خیل دي هغه دا چې خوب مفتو ډوډی نه وشل کېږي نو زه خو نسم کولای شي دا وانډاره پاکستان ته وانچتون تاسو ما څه یو ځای په حکومت غواړي بنان وليدي ډیپلوماسۍ کوي 689 د اوزات څخه استفاده کوي وایدا دي مذاکرې کې نه را سره ښینی د دې مناسبات د نه جوړي نه جوړي د داسې کې یا غ فشارونه چیز موږ د عبد الله او ډاکټر غنی منتقوی یا بینالمللي فشارونه چپرده راځي د دی پدیر کموجت نه کوي چې داتې زوخه ښه نومونه د نکشین تعلیم خو مستقیم زما تر اراده لاندې دی ولې دا اوس د افغانستان ډیر عادي متعلمه او معسل په پا پيږي پاکستان غواړي چې افغانستان د دو دوی تر تاثیر لاندې یو سیاست ولري پاکستان غواړي چې هند تل نفوذ ونلري ووس نو پاکستان چې ګوري چې افغانستان مراجعه کړي د انډ الیکوپټر ور کوي ووس چې پاکستان ګوري چې افغانستان مراجعه کړي روسانو ته کېدای شي چې روسان سلا ور کوي او افغانستان دا سینیسی چې نور مرټلسی د دغه اورز د پاره د دي خطر د مخنیوي د پاره بیا یو ډیپلوماټیک حرکت کړي ډیپلوماټیک حرکت یې دا چې ستا متفقینو توایي چیزې اور سرکښینم او دوی نکښیني او دوی نکښیني او موږ بین المللي ماوازې تخریب موږ بین المللي ځکه ځوایمه ډاکټر ساباش رفغانی زما بیر خطر د دې هغه موزیګیری چې نیولې دا عبد الله سره د سینیسی چې د پاکستان په دغه سیاسي مانور هغه پریج دی د ځکه د دوی سیاستونه رسمي ندي د پارلمان صدر نه لري عراق لري ندي شخصیا نه یو خبرو کړ د دغه پرنسيپی موزیګیری چاول باید زد پاکستان سره خپل پرابلم حل کم پاکستان نه لنسوي جګړه اعلان کړي د په هر خبره کې باید پاکستان تو وي چې تاسو ما سره څه لری څه غواړئ ولدي جګړه تمویلې ولید زموږ پرځت باندې اقدامات کړي د پاکستان سره وروغه جوړه لومړی قدم کې باید لايغي ورتوي چې زموږ یو سلسله وطنداران ستا په تاریخ ته طالبانو په نامه یا د حکومتار په نامه ستا سره ناشتي مش تجربه لرو کلي چې مجاهد کاوه ام ستا په دربار کې ناستو شکارا خبري byteArray توکي ته تاریخ کاوه د دنیا څخه منکرې ادلې تا ولدا به شریکو مکندي اي اس اي مستقیم غ تنظیمونه چې شجنګې دل وزنه کولې مستقیمه سلام ورکول هغه وخت مکول وسم طالب ته کې د اوس نو راول طالب څه پرابلم لري زما سره زبور سرکښینم کده دغه موزیګيري خپل اصولې ځکه زه په دې باور کوم چې پاکستان به د چین مخموږی سچدل چی ته اقتصادي د هندستان مخه بېمنوي او اوس چې د امریکا ته متوجه دي او مجبور دي چې سیاسي نظامي قومونه او بودیجه تمویل کوي هغه بیا خېستې زو طبقه تایستلیو بیا بیل کړی خلک تشکر آقای خواطي متأسفانه برای همه مبرهن است چې افغانستان فاقد یګندشي رهنمایي مليست و بازیگران قدرت ملی در افغانستان مبتنی بر سلیقه خود برخوردهای خبری و روزمرگی داره که این مسئله ما را دقیق به دور باطل میکشانه ما هر فاز گفتگو را که با پاکستان باز کردیم یک سال بعد دوباره به نقطه صفری آمدیم حالا اگر ما از یک موضع نظام مبتنی بر اندیشه استمرار اقتدار ملی و پاسخگو صحبت بکنیم نخستین خشت را از کجا باید در کجا باید گذاشت که خشتهای دیگر به ترتیب رویش بیه و ما این دور باطل را با پاکستان تجربه نکنیم؟ کنیم ببینیم ما یک راه دراز مدت داریم یک راه کوتاه مدت واقعیتی هست که لحاظ جامعه شناختی و از مزار جامعه شناسی سیاسی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم ما اساساً هنوز یک ملتی را شاهد نیستیم در افغانستان این چندین سال پیش اولیوی روا هم در برسه از افغانستان یک از عناوین یک از فصول کتابش ملت دست نیافتنی هست امروز شما در عین زمانی که ما از ملت سازی و دولت سازی و دموکراسی صحبت میکنیم احساس میکنم هنوز ملت در افغانستان شکل نگرفته تا ملت شکل نگیره منافع ملی معنا نداره ما امروز در جزیره های جدا از هم زندگی میکنیم هر تک تک ما و شما اگر 20 میلیون است اگر 30 میلیون است یعنی اینجا در حدود اگر 20 میلیون برداشت از افغانستان وجود نداشته باشه حداقلش 20 هزار یا حداقل یک صد تا برداشت از افغانستان وجود داره او چه افغانستان که در ذهن من هست ما تعریف که از افغانستان دارم تعریف که از هویت خود از هویت ملی افغانستان دارم یک افغان یعنی چی و تفکر ممکن است یک نفر دیگه ای برداشت متفاوتی داشته باشه ما جمعی که نیاز به یک... تعریف کننده ملت به تمام معنا باشه دست نیفتهیم. یکی از مشکلات جامعه شناختی ما هست که در سطح فرهنگی مشکل داریم بنابراین تا زمانی که اگه اجماع به وجود نیاید ملت و دولت و نخبگان سیاسی ما به یک مجموعه رسیده باشند که این منافع ملی ما هست ملت افغانستان یعنی این هویت ملت افغانستان یعنی این و منافع ملیش بر اساس این ملت قابل تعریف داره خب یک راهی هست که یک شبه شدنی نیست سالها می تغییر فرهنگ و تشکیل در واقع عناصر وحدت ملی اینا زمان میطلبه چندین ده هم ممکن زمان نیاز داشته باشه ولی همین نیاز داشتن به زمان هم ما را وادار میکنه که یک استراتژی یک برنامه داشته باشیم از درون مکتب از درون پانتون ها امروز بله،, و فردا، بله ما برنامه امروز برای جوان ها چه برنامه داریم برای نسل بعد از خود نسل امروز ما مثل نسل گذشته ممکنه سوخته بره ولی برای نسل فردا چیکار کردیم در پانتون ها چه برنامه داریم و از اون طرف در مکاتب چه برنامه هست یعنی جزیره ها رو به هم وصل بکنیم این نکته اول اما به لحاظ درمان مقطعی و کوتاه شایسته سالاری تنها راه است شما دستگاه دیپلماسی شما حداقل افرادی باید حضور داشته باشه که درک کافی از وضعیت پاکستان داشته باشه درک کافی از ایران داشته باشه ما در زمان کمپین انتخاباتی یادم هست دکتر صاحب اشرف یک چیزی را که مکرر یادآوری میکرد که ما ایران شناسان زیادی داریم ولی ایران شناسی نداریم مم. کسانی هستن که در ایران تحصیل کردن سالها بودن حضور دارن ایران خوب میشناسند ولی ما یک ایران اینجا نداریم ما کاری باید بکنیم که دقیقاً در مقابل همسایگان روس از واچه میخوای ایران چی میخوایه هند چی میخوایه پاکستان چی میخواه؟ دستگاه وزارت خارجه ما باید بشینه برای هر کدام یک کاتگوری را تعریف بکنه نشریات فصلنامه ها داشته باشه مقالات تخصصی جمع شود ولی وزارت خارجه ما در باره عرفان در هندوستان تحقیق میکنه اندیشه سیاسی پیامبر اعظم پیامبر پیام پیام و وحی بود اصلا نسبت دادن اندیشه به پیامبر درست نیست این مدل کتاب ها وزارت خارجه بیرون. ما کار کارشناسی کار تخصصی کار علمی نکردیم حالا اگر دولت بخواهد در کوتاهمدت در ظرف ده سال دکتر سایب شفخانی با توجه به تحصیلاتش با توجه به تخصص آکادمی که داره توجه توقعی میرفت که یک تیمی کارشناس جور بکنه حد داخل در عرصه دیپلماسی امروز ما با آمریکا کی سفیر فرستادیم به ایران کی سفیر فرستادیم شما سفرهای ما را در کشورهای دیگه آدم خجالت میکشه از گب زدنشان دو تا جمله رو درست صدا نمیتونه چون به حل. درک سیاست دکتر رای حل ما نشست های سه جانبه با ترکیه بیشتر گفتم با پاکستان با آمریکا با انگلستان داشتیم اما نه. این نشست ها ما را یک در به یک درب جهت نداد اون آرمان بزرگ بردم افغانستان دسترسی به صلح بود نه. ما رقابت های منطقه‌ای را هم درک میکنیم که در نه. سطح منطقه چه رقابت ها جریان داره نه. و بازیگران کلان قدرت که به نحو نفوذ داره بالای برخی کشورهای منطقه‌ای در پی چه بازی هاست و افغانستان هم در جنوب آسیا به عنوان دهلیز آسیا متاسفانه کشور ضعیف است و لگتمال این سیاست های کلان شده با درک این مسئله ما چی باید بکنیم که در این چانزنی های منطقی دست کم منافع خود را هم داشته باشیم؟ اول فقط کاتالیست کارس... برای دیگران نباشه دقیقاً یک عرض کردم که با در عرصه سیاست گذاری ما نیازمند افراد شایسته و متخصص هستیم که درک کافی و علمی و تخصصی از منطقه و سیاست های پاکستان و همسایگان داشته باشه این قدم اول هست که فعلا در این مسیر روان نیستیم سفرهایی که امروز تعیین این می ای ها را نداره به عنوان ما خود در سطح کلانتر رئیس جمهور کرزی میگفت که پاکستان گرگ است اسپانتا وزیر خارجهش میگفت ما برای بینوا هستیم دفعه دیگه باز میگفتن ما شیر هستیم در مقابل پاکستان آخرش ما نفهمید که ما بره هستیم یا شیر هستیم یک روز با پاکستان اعلام جنگ میکردیم یک روز دیگه با پاکستان میگفتیم اگر آمریکا حمله کرد ما در کنار تاسیم علی آمریکا میجنگیم بالاخره دوست و دشمن ما در سطح کلان حتی در سطح هم اولین فردی نظام سیاسی و اولین فرد حرم قدرت مشخص نیست نکته دومی هست که ما در منشور ملی که دکتر صاحب بشرفانی امروز خودش رئیس جمهور شده در اونجا سیاست های پنج حلقه ای خارجی ما را مشخص کرده بود اما جامعه عمل بپوشونه امروز ما در قبل از پاکستان نیست ما بحث فقط در مورد تعلیف اعلام شده شده یکی از نکاتی که پاکستان همواره در افغانستان دنبالی ایجاد چالش بوده منافع اقتصادی بوده به عنوان یک گاو شری غرب گیر آورده به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان گاهی برای ایجاد باج میگیره جیب خود پر کرده ما میگیم پاکستان می راه نامشروع رها بکنه افغانستان اینا رو تفهیم بکنه که راه مشروع برای منافع اقتصادی پاکستان شکر. وجود داره که تاپی و چی باشه تاپی خطی تاپی میتونه بیشتری منافع تامین بکنه و از اون طرف بخش انتقال برق آسیای مرکزی به هندو به پاکستان چرا مسائل های که هم افغانستان بلد. سود ببره هم پاکستان نر تعقیب نکنه خیلی تشکر آقای رفانی این سفر هم که رئیس جمهور به تعلیق در آورده بود به اساس پیشنهاد برخی از سیاست گذاران زینوفوز خیبر پختونخوا به افغانستان آل رئیس جمهور معتقد است که بره به فرانسه بعد این نشست شرکت بکنه متاسفانه افغانستان در این چونین نشست ها قید و بند از خود نداشته از موضع فشار صحبت نکرده به نظر شما با توجه به تجربیاتی که ما تایی 13 سال داشتیم رئیس جمهور در این نشست چه خطای قرمز را میتونه داشته باشه که اون دور باطل تکرار نشه خب خود همین که یک بار سفر رو گفتن نمیرم و حالا میرن و شما اشاره کردین در اول که وقت رئیس جمهور آمد به پاکستان بسیار نزدیک شدن و بعد التیماتوم دادن فاصله گرفتن نشان می جناب فکر که اینا درک درست از من بیاد پاکستان نداره و سطح کلانش شاید بفهمن ولی در میکانیزم هایی که پاکستان تعقیب میکنه همواره اینا اغفال شدن ما فکر میکنم که یک مسئله که میتونه برای افغانستان دستاورد داشته باشه و ما میتونیم سر از او تاکید کنیم خطر تروریسم است اینکه ما تروریسم خوب و بد نداریم اینکه متاسفانه ایالات متحده امریکا از سال 2005 به این طرف آمد القاعده را از طالبان جدا کرد و آیستا آیستا طالبان از لیست کشید و بعد گفت که پاکستان طالبان دیگه دشمن ما نیست و به عنوان خطر او به رسمیت در حالی که مبانی فکری طالبان رفتار طالبان و اقداماتشون هیچ تفاوتی با القاعده نداره و این برخورد گزینشی غرب بر خودش هم هزینه داشته و برای ما به عنوان یک دوست غرب در این منطقه خطرناک بوده وقتی خطر تروریسم برجسته شود که امروز غرب به این آمادگی رسیده که یک اجماع صورت بگیره و تروریسم داعش و القاعده و طالبان از همدیگه تفکیک نکنن و همه اینا رو به عنوان افرادگرایان که دنیا و تمدن امروزی را برباد میدن و دشمن همه هستند آمادگی دارند در ای قسمت من فکر می کنم لازمه که ما تاکید داشته باشیم و صدای خود بلند کنیم و اعمال فشار کنیم از مجاری دیپلماتیک که همو اجماع بین المللی و ائتلاف بین المللی که در خاورمیانه علیه داعش داره شکل میگیره در منطقه جنوب آسیا علیه طالبان هم باید وجود داشته باشد چون طالبان همین پتانسیل و ظرفیت داره اگر ما این مسئله رو برجسته کنیم به صورت اتوماتیک کشورهایی که حامی طالبان هست اونا تحت فشار قرار می گرن. شما شاهد هستین که در اواخر در غرب مقالاتی نوشته میشه و کارشناس های غربی همواره تاکید میکنن که ایالات متحده آمریکا اگر میخواد با داعش و با جریان های افراطی مبارزه کنه با کشورهای حامی جریان های افراطی در حوزه خلیج باید حسابشون رو مشخص کنن نمیتونه همزمان دوست عربستان سعودی باشد و دشمن داعش و جریان های دیگه باشد این مسئله بسیار مهمه که برجسته بشه و در پروسه صلح با طالب ها و مخالف های مسلح ما قانون اساسی ما خط قرمز بسیار مشخص است که ملت به خاطر از او خون داده هزینه پرداخت کرده و این راه دیگه قابل برگشت نیست که کسی بخواید در این قسمت ما را تحت فشار قرار بده و زمان هم ما میتونیم تحت فشار قرار بدیم اونا را که بتونیم یک مبارزه قاطع در سطح ملی و بین المللی را سوق بدیم نکته دیگه ای که برمیگرده به داخل در کتا مدت صرف نظر از صحبت های خیلی خوبی که دوستا برای بلند مدت اشاره کردن این است که اگر مبارزه با تروریسم مبارزه با فساد صورت میگیره و است که ما از درون آسیب پذیر نباشیم چیزی که ازش به عنوان ستون پنجم یا مهره های نفوذی یاد میشه باید بتونن مقامات ما با قاطعیت برخورد کنند تا تصفیه درون اون صورت بگیره و ما با قاطعیت به پیش گام برداریم بسیار تشکر شغله فکور بال دغه کال نه ولسمشر سفر لري ورسا ناسته گردون کوي الته زینه د ناتو هوادونو سره ګوري څرنګه دوی کول شي چې بین المللي اجماع جوړه کی او د دې لپاره چې افغانستان د داهش د تایید لاندې بین المللي فکر د افغانستان د ماټ لپاره نور هم زیات کړي او په بین المللي افکار ته پیغام ورکړي چې پرون داهش فرنسي وه شي ثباته بل ځای وای بل ثباته بل ځای وای نو راځي چې افغانان سر تاسو لګ نور هم راستوب کوي تر غو د دغه پدیده مخه د افغانان په مرزونه کې ونول شي تاسو در معلوماته چې د دنیا سیاست غټ قدرتونه تعیني تعریفونه د جګړې تروريزم او کم گروپونه په تروريزم پورې اړه لري دا مده کې کومې قدرتونه وي وادونه چې متضرر دي د دېسې یا به رفتار سرقی یو ځای او یا به گزاراوش سرقی <تسجيل> ا زپیکر کوم افغانستان او موږ د خپل داخلي ستونسو او د منطقي د استخباراتو د متاخلی په نتیجه کې تروس ملاقات یوول څوار لس کال کیږي دا تاواني نه پیدا کوي چې د غټ قدرتونو سره ا د خپل تعریفات پر اساسبندي ماملاو موشباید <بايت> گزاره وکغه جایگان له رو متاسفانه حکومت له رو ځایګه <متصفانا> مثلا <متصفانا> دلته استاد وویل په وجود چې زه موافق نه یم د دې سره د ملت په بابت د افغانستان ول تاسته در معلومات د ملت یوې تعریف دي بلیا شرایط دي افغانستان په اساسی قانون کې د افغانستان ملت تعریف کړی دي تعریف یېسته علائم او مدرکونو ورتلرو واقع به عراق به ملی شرایط دي یو دولتي وائت قانوني اساسي دی نه oh. بل په تجارت کې موږ کوم ستونزې نه لرو چې اوزبکو ازاره د پښتون سرنکې پښتونې د انډوسرنکې مکتبوک یو ځای سره جوړو په سرویسانو کې یو یونیورسټي مداسي نه دی لکه په افریقای جنوبی کې چې په یونیورسټي سره جلا یو سره یو ځای یو دوی جيب مقابل کړي دي چې پښتو دریم رسمي ژبده خبره داد چې ملت سیویلا د زموږ د سیاستمداران او په افکار کې مې او غوډ د خپل ګروپي کی او سازماني ګټو د پاره موږ په پا اول په قومونو تقسیمي بیا حکومت ردا لګی مشتونځ لرو امریکا ایلم لري فرانسای لري داوس امریکا کی تورپستان ځان احساسوي چی داوس غوکه په حقوق کې تورنورو کم دي <متحدث> دلته مستونځستا مګر کسرې دا فکر وکي چې موږ لا ملت نه یو یعنی کوم قومي جګړه وو تفارقه دا نهسته نسته هزارات د پښتون سره خپل حق ته نه دی ورونېو په اقتصاد کې ودونه سره کوو مسجد ته سرځو اخترونه مو یو ورځ د غمو شادې ورځ دي صرف ځینستو ځلرو چې قانوني اساسه کې به هیڅ ملت قوم ته کوم خاص حق نه دی ورکوټسوي په قانوني اساسه کې ويلسي دي چې د افغانستان اطباء څوک چې د افغانستان په ملت پورې اړه ولري حقوق مساوي دي په قانوني اساس کې د دېشتو او ای څوک د پورچي کسمه به نن زمينيستا رښت مولا وي او کامل ملت نه رالم دي خبريته زپې کرکوم چې ډاکټر سابا اشرف غني یو واستون زچلری هغه د خپل ملګرو سیاسي ملګرو او انکارانو سره دي دوی دروسه د خپل انتخاباتي پروګرامو څخه د افغانستان دلوقتي. د پنځکلن پلان سیاسي خارجي سياسات د پاکستان سره د ماملي او طالبانو سره یو واحد ستراتيجي نه د جوړ کړي یو 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 و اړین مقرريږي سرپرستان دي دغه ډار چی مول ولي ډاکټر سبشره غدي یو شه مدبر والی کندوست د ځان سره یو نوې د خوبیري چې اول پوس چې داخپل شریکان اول د دانش او دوستو می وداي چې دا د دی د والی ژغو کی چیز باید دا والی مقرركم اول د یملیکي دا ایره مقررات کوه مقررات کویربال بالیغه ډاکټر عبد الله دی پسې کی یې مو قرار کو دغه مقاومت په خپل چالش دی په مسایل دغه مقاومت اوس نوزوایم چې دی باوجود چې ناتو کټاسي استادانم ورته متوجي دی یو افته د مخه دفاع وزیرانو په جرمنیک خوند وکړل چې ډیر امیدوار کویند دغه غونډه هغه دا چې دغه مقاومت ش افغانستان ملي اردو امنیت وتی او اشرف غنی او عبد الله دوه لري په شه په او مزاکره چې یو ولایت ولاکه را سوي نس یې درڅې لکم او ار او سوالي چې ونی ولبرته بيعمله کړ دا د ایس اي پلانو د پاکستان چې یو ل سوالي ولایتونه په طالبانو ونی اشرف غنی او عبد الله او تکشینی بیا کوم مذاکره په لیدل خو اول د ځبندي دا اوسم چې ولکیږي وای د رایل شریف اول پروګرام نوې طرحه امریکایان ته داوه چې د موزاکري په شروع کې ز غارنټي کوم چې طالب او د افغانستان دولت باید دزبن وکړي په دزبن کې دا د دو دوی جګړه چې د درې مې شهید کړي و تشدید کړي او منزور داو چار ځای طالب دي حالت دي او ارزې چې دولت وری دي اشرف غني په دې پلان په یديد د ډاکټر عبد الله سره ولایتونیول نو زه فکر کوم ناټو که مایکه افغانستان امریکایانو خپل ستراتیجی بدله کړ د 2014 کال څخه نووسو خصوصا د روسي او روسی فشارونو د ناټو متوجه کړه چې افغانستان په تیر کال کې په امنیت کې کامیابی ترلاسه کړی دی با اطمینان نو زه فکر کوم د ناټو په غونډه کې ډاکټر اشرف غنی د لوي چانسلري چې برت خپل متحدین دې ته متوجه کی چې کټاسي ته طالب تروریس ندي خموشتہ تورریستی پدې موږ واژني زموږ کورونه را خرابيي به مونږ دې لارې خرابيي دا مشته تورریستي او کستای سره کومه ماممله لري نو راسه استاس مامله او زموږ مامله سره جلاک کوربه ننک مېال برنامه کوتا زوود باز میګرېد آقای خواتی حالا مشکلات به اشارات از منظرهای مختلف شد بر حال ما نمیتونیم که جغرافیای برام پاکستان را جای دیگر ببریم و جغرافیای برام افغانستان هم جای دیگر ببریم ما با این مشکل استراتژیک افغانستان دست گریبا نرمی کنیم و گریبان نرم میکنیم و وضعیت موجود و شکاف, ها شکاف های موجود در های مختلف سیاسی افغانستان هم معلوم است ولی این فراموش نکنیم که ما در یک مقطه حساس زمانی قرار داریم و دوستای استراتژیک را هم با خود داریم با توسل به کدام تدابیر سیاسی ما می هم در حقیقت در این بازی های کلان منطقی و جهانی روی امواج باشیم ما فقط بستر خیز و بستر تعمیل برنامه های کشورها نباشیم ما هم نقش ایفا بکنیم و منافع خود را داشته باشیم چون <risque> خدمت شما ارز کردم اولا که تدوین یک استراتژی در لازم هست در دیل دل از او بالاخره یک سری تاکتیک هایی که مبتنی بر اجماع باشه ما بحثی ارز کردم خدمت شما که در درون ما اجماع نداریم بین نخبگان سیاسی ما چه در ساختار و چوکات حکومت و چه خارج از حکومت یک اجماعی بر اساس در واقع منافع ملی شکل نگرفته که ما روی منافع ملی یک اجماع و وفاق باشه البته بس ملت دست نیافتنی که که اشاره کردم جناب استاد فکرم درست فرمودن ساختارها درست شده قانون اساسی ما در منطقه نمونه نداره این ما با قاطعیت عرض میکنیم که در منطقه بهترین قانون اساسی و جامعه ترین قانون اساسی هست ولی عملیاتی شدن قانون اساسی هم قانون اساسی توسطی نویسندگان آنها توسط نمایندگان مجلس توسط وزرا توسط رؤسای جمهور بارها نقض شده به ای خاطر هست که ما میگیم هنوز ما تبدیل به ملت نشدیم و بخش بیشترش در واقع را از بالا تشدید میکنیم ما یعنی در واقع کارگزاران ما تأثیر دا تقصیر داشتن و تاثیر داشتن چون مدل منازعه این که اجماع در درون شکل نمیگیره به خاطر عرض کردم که سیاست خارجی ما در واقع در هر کشوری سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی, داخلی هست یا این سیاست داخلی و به خاطری که در سیاست داخلی ما به اجماعی نرسیدیم سیاست خارجی ما درش پراکندگی وجود داره دو تا معاون رئیس جمهور ما فکر نمیکنم که عین تفکر رئیس رو داشته باشه والله هم الحمدلله هفت نفر شدن این هفت نفر هفت مدل فکر میکنن. به خاطر هست که ما میگیم ملت نشدیم این در واقع اینا آینه ملت نیست و ما یک نظام سیاسی که باید فکری باشه نداریم متأسفانه ما در سطح نظام سیاسی سیستم های سیاسی داریم <تصفح> چندین خورده سیستم هست ما ساب سیستم های مختلف امروز حداقل 7 تا سیستم در درون حکومت شکل گرفته دولت وحدت ملی تشکیل یافته هر کدام به خب شما خیلی نمونه بارزش ببینید رئیس جمهور یک چیز میگه وزیر کشورش وزیر داخله یک چیز میگه و رئیس جمهور یک چیز میگه وزیر مهاجرینش یک چیز میگه این میگه مهاجرین میخوایم وزیر که کی... چه عادت مهاجرینش میگه باشه پس شما فی... مشکل را مشکل داخلی دقیقا ما در میکن. کاخ فعلا در ارگ یک اتحاد نظری نمیبینم اساسا وفاق اجماعی در درون سیاست گذاران ما شکل نگرفته و تا اجماع شکل نگیره ما نمیتونیم سیاست خارجی مناسب را تدوین بکنیم آقای رفانی ببکنه. نخستین گام ها به خاطر اجماعی داخلی و رسیدن به وحدت نظر که مبین منافع ملی ورزش های ملی ما هم در سطح داخل و هم در سطح بین باشه کدام هست خب هدف خیلی متعالی و آرمانی راهکار خیلی متعالی میخواه که چقدر در درون جامعه ما راهکارهای عملیاتی میتونه پیشنهاد و گوش ای وجود داشته باشد که اونا را تطبیق کنه ای یک مسئله است من میخوام به این نکته اشاره کنم که کشور شبه کشور ما همواره یک چنین معضلات و مشکلات را داره یعنی کشور توسعه نیافته کشور پس از جنگ یا در حال جنگ این مشکلات را داره اما از اون طرف فرصت هایی که سر راه افغانستان در 15 سال گذشته قرار گرفت در منطقه ما بینظیر بود برای هیچ کشوری یک چنین فرصت فراهم نشد من فکر می که برغم از که بحث مشکلات داخلی را ما داریم اما در سطح نخبگان ما مشکل داشتیم و حال هم اگر قرار قضیه حل بشه و ما یک گزار بسیار خوب داشته باشیم و یک گسست از این وضعیت نامطلوب به سمت یک وضعیت مطلوب داشته باشیم در گرو اراده نخبگان ما هست در کشورهای شبه کشور ما همواره یک کسی مثل مهاتیر محمد نیاز هست یک کسی مثل ماندلا نیاز هست که از خیلی از رسوبات و تعلقات قبیلهی، نمیفهم قومی، سمتی، زبانی بتونه عبور کنه، ایثار کنه تا ملت به با باور برسانه و به سمت حکومتداری خوب باورش حرکت کنه باور که کن. برخی از سنت، نخبگان سنتی که حالا افکار امیده در گرو خود دارن و از آرای بانکی و میلیونی حرف میزنن اینا خود چالش های کلان فرارای ترکی افغانستان ببینید در هم میز برغم که ظاهرا به نظر می رسید اختلاف نظر هست ولی در اخیر دیدیم که اختلاف نظر نیست ما در بحث ملت شدن مشکل داریم نه تو ده ها و مردم ما اینا با هم برادر هستند ملتا غم شریک همدیگه است ولی در سطح نخبگان برای کسب امتیاز برای گرفتن فرصت های بهتر اینا این شکاف ها را دامن میزنند و فرصتی را فراهم میکنن برای اینکه شایسته سالاری را دور بزنند برای اینکه آب ت... میخورند بله برای اینکه تخصص مداری و تعهد محوری را دور بزنند تا زمانی که ما کارگزاران متخصص و متعهد و دلسوزی به منافع ملی نداشته باشیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم در سطح وزارت خانه های ما سفارت خانه های ما ارگان ها و نهاد های ما کار با خوبی به پیش بره اگر قرار است که ما یک گام برداریم و یک گسستی صورت بگیره قانون اساسی باید بهش جامعه عمل پوشانده شود رئیس جمهور ما باید افتخارش باشد که وقتی پارلمان به هر دلیلی به یک وزیر رای نمیدهد و در چارچوب قانون اساسی دیگه او جایگاه نداره بیای با افتخار یک کسی دیگه ای رو معرفی کنه که مورد قبول مردم باشد وقتی رئیس جمهور ما و نخبگان کلان ما نمیتونن به قانون اساسی عمل کنند نمیتونن از او گرایش های تیمیشان عبور کنن نشان میده چې توانمندی و ظرفیت یزي چې ای جامعہ را عبور بدن به یو مرحله دیگه برسونان دیده نه شه و وجود ندار خېل به مشغول فکر د د دې بس پس جنبندی چې غواړم تاسو سره جنبندی وکم چې د کومه تګلار نه په استفادې سره افغان حکومت کول شي ملي سیاست خارجي سیاست پر شرط داول طرحکی او د پارلمان ورسې او د غه پررنایی کې پاکستان سره د سولې پروانې او ستراتیژیک ګام پورته کیږي زما اول پر ډاکټر اشرف غنی او عبد الله ژغ کوم د اساسي قانون او دغه حکومت او اصلته بي توجه او سرسری و نه ګوري قانوني اساسي په دوام ماده کې د د صلاحيت ویلي رئیس جمهور خطوت اساسي سیاسته کشور بطایید پارلمان تعین کوي وسنو دا مقننینو قستند کارکړی دي چې انتخابی آزادۍ پارلمان د هیواد سیاسيت په جوړول کې شریک کی د ځان سره د لککرځي چې سپنتاسي مقاله راسته ولې و, و د مياو اخر داسي وني کی او د ځان کاشي د بل خو ځخص ګوري پاکستان زموږ لوی ستونزې موس باید په وزارت خارجه کې د پاکستان سره د مناسبات یو او خوښتون یو څېړې څانګه درلودلای زه په بخته نه تیره مرتلرم نه وایم خپدل ته وایم کدی خو به دي چې د یو مملکت رئیس جمهور چی مشاوري سیاسي مشاور د مملکتم د اته د شوا دو سره مناسبات لري د منطقې سره په جګړه کې د تروريزم تبادی خپلواکوي خپلوا کو پیژنې زمشتازي خپل چې زده د الهمت احترام لارم شخصیت د احترام لارم د باید د مملکت او زوېم نور مجرب سپرنجری نه و یو کمیټه او کمیسیون نه و د خلیلزاد باندې چتا مسايبه کوي خو یو امریکای دی سېدی مشاور بل شي دی د جلالي باندې چې براہوستلی یو مجرب نور ورونو کې مجرب استادان نه راوستلی وای خپل سیاسي مشاورې کوي تخ پلواک سیاسي مشاور وو شنو د خپلواک څخه په توګه د انسانانو دوي چې د ب استراتیجیکلی رژیم مرتبويلي چې ته د پاکستان سره خپل سیاست تینک د دوه کار هغه وچی د غیره دعوت کری دي د پښتون د پاکستان د پاکستان مشرارت د پاکستان ګوري د اشرف غنی له یو د ډیپلوماسۍ او مافقیت دادي کرزي خوبه دوی تزارې کولې چې ورسه پاکستان توه پر ویز مشرپ توه چې مصر طالبان خبر تکشینی اماده پلا اشرف غنی پاکستان دوی واسطه کړی دي دوی ډیر له شتبا او جفد افغانستان سره د مشرانو کړی ده د چرغلی دي زپا په دې خبرېم دوی تر اغ زمانه چې تروريزم په پا پاکستان کې لانا نیول د دو دوی په کورونو په آزاد قبایلو کو خلی چب کړی وی دوی اته د جهاد په زمانه کې خلی چب کړی وی کله چایست آی جاهدی جنگي ګروپونه د افغانستان ملت پر زړه بنديره پارول دوی خلی چب کړی وی د دو دوی یو تعداد مشرانو دو, دو سرخه بښنه وغوړم ارڅ چرته وای راکې دی وی ا مده د نجيب په سیاخت یا مده د پاکستان په سیاخت او س هم د اشرف غني په سیاخت د پاکستان په سیاخت یعنی حتی اصلا تجارتی کارونه پیدا مې شران د مشران د د وطن سره تجارتی کار په دې پېل کړی دي یپلا تللیاس د پاکستان ارضی تمامیت ممنلې تذکره مؤخص ده د بل خو بیا روان ياس ګران افغانستان زموج دي ګران افغانستان زموشتي زما ساده خدمت نشدي ورونه تورې چې ګاکه زه ترته محترم او دی نه دی یا ما ته چې وی وی. دی وینې را سره تويي وي د عسکري را سره کوي دا محترم دي اما ته چې امتیاز را سره اخلي اوس دغه را یو بل خبرم درته کوم چې ته په افغانستان زما بیچاره مخلوق بورس نه لري د بیکاری څخه د چي ته ورته وای چې زب آزاد قبایل ته بیا تسكري ور کوم او دا تسكري به بیا دغه د افغان اق بورس به بیا د تور کوم یا دغه امتیاز طالبان دي بل غفار خان زلرتوال او جمل <سؤال> خټک دا نور ټول امتیاز طالبان دي د افغانستان د خلکو په وينه بازی کړی دي امتیاز اخستی د نجيب پیسې اخستی د بیا د طالبان باندې فشار نه دی را عيس، 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 عيس اه، اه، و ستاشرب غندې ترغلی د چ پیسې واخی د ائی اس ائی سه پیسې اخیستې د پرېوزم شرایط چې زه درځم اشرفونی راضی کوم چې ستاسو خبري وکي نو ځکه زوایم چې زموږ تیاد او اتفاق ضرورت دی په افغانستان کې نه د پرې مامون رائے هلہ شما حالا تعداد است کسای امتیاز طلب از پاکستان را مده تا در حقیقت هم ازو امتیاز بگیرم ازو طرف دقیقا. با این حال چی باید کرد؟ همین دوستانی که در واقع در جلسه ای که اول از کویتا و از خیبر پشتونخوا افراسی ها به و کسایی که در گزاری شما اومده شیرپا و اینا با هم جمع شدن یا محمود خان اشکزه ای بودن که بارها در وقتی که پاکستان سرشون به خاطر مالیات فشار آورده گفتن صبر کن ما دفعه ببینیم که افغانی هستیم یا پاکستانی هستیم یعنی اینا دوره نظر دولت پاکستان هم امتیاز میگیرن خود مختار و از این طرف از دولت افغانستان هم که فکر سایی بشاره کردن بارها امتیاز گرفتن بنابراین ما فکر میکنم که رئیس جمهور فریبی نه آیسای بخوره و نه جنرالان پاکستانی راول و نه ای سران قومی و قبیله ای میتانه کاری بکنه طرح بلند مدت دراز مدت وزیرکانه لازم هست و همیشه پاکستان با ما بازی کرده حتی یک دیپلمات درجه 690 دیپلمات درجه که مراحت را تا در سطح وزیر خارجه فریب بده و این رنگ بازی همیشه بوده که ما یک مقالیرم اون زمان که دولت البته اونا مرامت نموده اونا کار خود را کردن ما ضعیف هر دیم. کس خوب از منظر خودشان منافع ملیشون رو تعقیب میکنه بانه. دنبال یورونیوم ما هستن برای سرای حسته‌ی خود گفتم ما افغانستان رو باید تسخیر بکنیم که بتونیم در واقع سختی حسته‌ی خود تامین بکنیم نیازی نداشته باشیم به بیرون دارن تعقیب میکنن و هر کشور دنبال منافع ملی خود است به ما برمیگرده که ما چگونه در برابر پاکستان از خود بکنش ممنون رای حل شما آقای عرفانی خب رای خوبی را دوستا اشاره کردن بازم من فکر میکنم که حلقه تصمیم گیرنده مشاورین رئیس جمهور سب اعضای شورای امنیت باید بگونه گونه انتخاب بشن که اینا درک درستی از منافع ملی ما داشته باشن درک از سیاست های پاکستان داشته باشن و بتونن راهکار و یک روشی را ارائه کنن که در چوکات از اون منافع ما تعقیب شوه ولی اگر رئیس جمهور ما یا هر مقام تصمیم گیرنده دیگه ما توسط یک حلقه با تفکر خاص محاصره شوه و از چشمنداز یا عینک اونها به قضایا ببینه چه بسا ما همه استفاده جویانی که اشاره کردن و کسای دیگه حلقات کوچکتر بزرگتر همواره ما را اغفال کنه و سو استفاده کنه و بعد از سوختن فرصتها باز ما متوجه شویم که متضرر شدیم و در جای اول قرار داریم ما فکر میکنم نیاز است که در حلقه تصمیم گیری که تصمیمات عالی کشور رو میگیره اونجا خانه تکانی با قول خود رئیس جمهور صورت بگیرم اون تای خانه تکانی سلیقه‌ای قومی خانه تکانی هم دوباره مطرح کردن صورت نگیره در راستای منافع ملی صورت بگیره خیلی تشکر آقای محمد قاسم عرفانی استاد دانشگاه شفق خباتی استاد دانشگاه یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی بسیار تشکر از, بس از شما در پایان از شما نیز ممنون هستم بس ما رو بالکل خدا نگهدار